یکی از دوستای عزیز، یه انسان بسیار عزیز، شنیدم که دیروز صبح فوت کرد. جناب طوفان در سن 62 سالگی. من الان 57 سالم. توی این سه سال گذشته شاهد مرگ عزیزانی بودم که یا از من جوانتر بودن یا کمی سنشون بیشتر بوده. خیلی وقتم رو صرف این میکنم که مرگ رو درک کنم یا بتونم بپذیرم. هرچی بیشتر بهش فکر میکنم، بیشتر از این وابستگی های دنیوی رها میشم. دوست دارم ساده تر زندگی کنم تا وقت بیشتری و انرژی بیشتری رو صرف شناختن خود، هدف از زندگی و اصلا خود زندگی و همینطور مرگ بکنم. تقریبا هر شب که میخوابم برای لحظاتی به دوروبرم نگاه میکنم، به این در و دیوار، به کامپیوتر و همه این چیزایی که دوروبرم هست، بهشون علاقه دارم، دلم نمیخواد از دستشون بدم، بهشون وابستم. و بعد فکر میکنم همه این علاقه ها و وابستگی هایی که به این چیزها دارم یا انسان ها، وقتی که چند لحظه دیگه خوابم برد، این وابستگی و علاقه به این چیزها چی میشه؟ وقتی که خوابم برد، برای ساعتها در عالمی سیر میکنم که تمام این علاقه ها و وابستگی های دنیوی که در عالم بیداری بهشون دارم بی‌معنا میشه. خیلی باور دارم و تصورم اینه که عالم مرگ مثل عالم خواب و رویا میمونه، که انسان هویتی داره که در یه عالم دیگه سیر میکنه، فقط دیگه بیدار نمیشه. این دریافتا باعث شده و باعث میشه که بیشتر و بیشتر خودم رو رها بکنم از وابستگی های دنیوی، از داشتنی ها، و بیشتر وقتم رو صرف بودنی ها یا بودن بکنم. بیشتر فکر کنم که من کی هستم، چی هستم. اگر این وابستگی های دنیوی رو و این علاقه های دنیوی رو رها کنم، از هویت من چی میمونه؟ تجربتن و همینطور حسی که در من هست و ایجاد شده، منو به این نتیجه رسونده که وقتی این وابستگی ها و این علایق دنیوی رو رها میکنم، اولا که زندگیم خیلی ساده میشه و خیلی قانع، و دوم این که ترس از دست میره، ترس از دست دادن، حتی ترس از دست دادن این بدن، یعنی به نوعی با
مرگ در صلح قرار میگیرم و زندگیم در عالم بیداری پر از آرامش و صلح درونه و همینطور تأثیر میذاره این حالت من و حس من در رابطه با دیگران توأم با صلح. انتظاری از کسی ندارم، ترسی ندارم، جنگ و جدالی هم ندارم. انسان ها رو اینطور که هستن یا میپذیرم یا ازشون دوری میکنم و کلن همه چیز رو همینطور. و اگر مجبور باشم تحمل میکنم و همه این احساس ها و روابط توأم با یک آرامش نسبیه و وقتی زندگی و هویت خودم رو با دیگران مقایسه میکنم میبینم که از همه آدم ها که من میشناسم یا حداقل از اکثرشون قانع ترم، خوشبخت ترم، غنی ترم و این به من یک حس خیلی خوبی میده، یه احساس خوب میده. و بعد وقتی از خودم میپرسم خب هدفت از زندگی اون هویتی که در عالم بیداری دارم چیه؟ به تنها نتیجه‌ای که رسیدم این بوده که در عالم بیداری سعی کنم استعدادی که در من هست رو پیدا کنم، شکوفاش کنم و خالق بشم، خلق کنم. یکی از اون استعدادها که همیشه در خودم اون رو حس می‌کردم بیان هویت و دریافت من از زندگی بوده، یعنی همین صحبت کردن. و سال‌هاست که این کارو کردم و می‌کنم و وقتی این کارو می‌کنم یک حس رضایت و خلاق بودن به من دست میده، چون با مطرح کردن حسی که دارم و دریافتی که دارم و این دریافت رو و بیانش رو، بیان مطلب رو با دیگران به نوعی خدمت میبینم به کسانی که از این تجربه من و دریافت من بهشون کمک میشه و راهی براشون باز میشه برای خودشناسی. و این حس زیبا، حس خوب که در نتیجه بیان مطلب، بیان دریافت خودم و این حس و باور که احتمالش هست به کسانی کمک بکنه به من حس زیبایی میده که این عمل و این حس زندگی رو برای من معنا میکنه و لذت میبرم، همون خوشبختی. و امیدوارم که این تجربیات و بیان این تجربیات و این حس بتونه برای خیلی ها مفید باشه. من باورم بر اینه که کسی که در جامعه مسئول و قادر و حاکم بر خیلی انسان ها هست زمانی میتونه برای انسان هایی که بر اونها تأثیر داره و
حاکم اونهاست یا رهبره یا مسئوله و رول مهمی داره در زندگی خیلی ها. باور من بر اینه که این شخص خودش اول باید به درجات بالا و عمیقی از خودشناسی رسیده باشه و این حس آرامش و صلح و دوستی و یگانه بودن با خودش رو تجربه کنه تا بتونه برای انسانهایی که رولی در زندگیشون داره یا رهبری داره بتونه خودش یک مدل خوبی باشه و آثار این شخص به عنوان یک رهبر، مدیر، مسئول برای این عده بتونه مفید و مؤثر باشه در جهت ایجاد همون آسایش و صلح، اتحاد و دوستی برای دیگران. من باورم بر اینه که یک انسان اگر خودش به این ارزش ها در درون خودش پی نبره نمیتونه به کسانی که مسئول اونا هست و رهبر اونا هست ارزشی که در خودش نیست و یا پیدا نکرده رو به اونها بده. پس یک انسان رهبر، مسئول، صاحب قدرت، با نفوذ در دیگران باید اول خودش این ارزش ها رو، صلح، یگانگی، اتحاد با خود، عشق، محبت، اینا رو در خودش تجربه کنه تا بتونه در کلامش و اعمالش به دیگران تقدیم کنه و خودش سمبولی باشه از حرفایی که میزنه و در این نتیجه است، در اون نتیجه است که انسانهای زیر دستش که تحت تأثیر این شخص رهبر یا مسئول یا مدیر هستن میتونن در کلام و در عمل رهبرشون، مدیرشون این ارزش ها رو بشنوند و در عمل ببینند تا در نتیجه ما جامعه‌ای داشته باشیم پر از صلح، نظم، دوستی، اتحاد، محبت و عشق. من فکر میکنم اگر جامعه‌ای که ما داریم این جامعه درش صلح نیست، اتحاد نیست، علتش اینه که افراد مسئول جامعه و یا رهبر، مدیر این ارزش‌ها رو به عنوان یک سمبول، یک مدیری رهبر نمیتونن به جامعهشون عرضه کنن. ممکنه در کلام حرفای زیبایی میزنن ولی در عمل عکس اون رو نشون میدن، یعنی این رهبرها، این مدیرها اون نفوذ کلام رو ندارن، اون تأثیر پذیری رو ندارن، چون خودشون راه رسیدن به اون ارزش ها رو بلد نیستن و این راه ها رو نتیجتا نپیمودن و ارزش های زیبا فقط در محدوده کلامشونه، نفوذ نداره، به گونه ای فقط شعاره. نتیجتا جامعه ما یک جامعه
پر از آرامش و محبت و اتحاد نمیتونه باشه. وقتی به سرنوشت تقریبا همه ملت ها نگاه میکنم، میبینم که دقیقا رابطه رهبرها با ملت ها چنین رابطه است. یعنی جامعه رو انسانهایی رهبری میکنن که خودشون و اعمالشون یگانگی نداره با کلامشون و اون نفوذ کلام رو ندارن و در نتیجه این جوامع درش صلح نیست، فقط بر اساس یک نوع سیاست های فکری، یک نوع ارزش های اقتصادی و مسائل دیگه این جامعه رو حفظ میکنن این رهبرها و جامعه شکل خودش رو داره، ولی بدون عشق، اتحاد، فداکاری، ایثار، یگانگی، یعنی یک نوع تجمع اجباری است. یک نوع جامعه ای داریم که این جامعه با هم بودنشون بر اساس نیاز، ترس، کمبود و اجباره، نه از روی عشق.